یک شفاخانه سیار با تجهیزات طبی از سوی امارات متحده عربی در ظرف 24 ساعت ساخته و برای رسیدگی به آسیب دیده های زلزله در هرات به بهره برداری سپرده شد. این مرکز صحی با حضور داشت والی هرات، مسئولان صحی و هیئت اعزامی امارات متحده عربی افتتاح شده است. شفاخانه الحمدلله با امکانات لازم که نیازمند خدمات رسانی است، با پرسنل مسلکی و متخصص و همچنان تجهیزات لازمه که شاید شما در ویزیتی که داشتیم دیدیم، تجهیزات ما شامل ماشین های سونوگرافی، همچنان اکسری دیجیتالی پورتیبل و همچنان فلوروسکوپ و مشخصا عملیات خانه فوق العاده مجهز و آماده می باشد و همچنان در پلویی که عملیات خانه مجهز هست یک یونیت آی سی یا مراقبت های ویژه در شفاخانه موجود است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در محفل افتتاح این مرکز صحی از کمک های صورت گرفته به آسیب دیده ها از سوی امارات متحده عربی ابراز قدردانی کرده و ایجاد این مرکز صحی را اقدام حیاتی برای حمایت از آسیب دیده های زلزله در هرات دانسته است. کشور دوست و مسلمان و برادر ما امارات متحده عربی یک شفاخانه عاجل با دکترهای قوی و اسباب و آلات پیشرفته طبی و صحی را به شهر هرات روان کردند که در خدمت ملت عزتمند هرات باشند. ما از این عمل نیکشان متشکر هستیم. با این حال دکتر سلطان مسئول هیئت امارات متحده عربی از همکاری با مردم افغانستان سخن میگوید. ما برای کمک رسانی برای مردم هرات به اینجا آمده ایم. خدمات طبی ما شامل بخش های مختلف از جمله بخش عاجل، داخله عمومی و مراقبت های جدی است که نیازهای طبی آسیب زدگان زلزله را مرفوع می کند. از سوی هم رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که امکانات موجود در این مرکز شامل 14 کانتینر مواد طبی، 45 دکتر متخصص داخله و عمومی و 25 نفر تیم تکنیکی می باشد که به طور 24 ساعته خدمات صحی را ارائه خواهند کرد. په دې شفاخانه کې به د 15 کسه جراحي ډاکټران او داخله ډاکټران مختلف ډاکټران سي د ماشومانو هم په کیسه هغه به کار کوي. همدار از 15 کسان به د دې تخنیکي ټیم وي چې دا اوس دوی کار کړی ده او روان ده. په دې شفاخانه کې د زلزله ځپلو لپاره ټول سهولتونه میسر دي او دوی غواړي 24 ساعته دلته کار وکړي او د دې زلزله ځپلو او د هرات د دې متدین ولس خدمت وکړي. این در حالی است که در چند روز اخیر زلزله های خفیف و قوی شهر هرات و ولسوالی های اطراف آن را تکان داده که در کنار تلفات جانی شمار زیادی را مجروح ساخته است.